چند جلسه هستش که در رابطه با قسمت دوم صحبت کردیم و میپردازیم به قسمت بعدی که باز داریم روال عشق و محبت رو بریم ممنون میشم چرا آقای وسط رو اگر میخواید انتقال بدید موضوع محبت رو به آنچرا که نسبت به کلام خدا و شناخت ما و تجربیات و شعر و حدیث و روایت ها و داستان هاست به نوعی میتونیم تعریف کنیم و میتونه تعریف هم درست باشه اما محبت هرگز در زمینه تنهایی تعریف نمیشه میباید یک ریلیشنشیپ و یک رابطه رو نیز با مخاطب داشته باشه در غیر این صورت ما نمیتونیم بگیم ما در یک تنهایی داریم محبت رو تجربه میکنیم هرگز کسی محبت رو به تنهایی نمیتونه تجربه کنه اگر این گونه بود زندان انفرادی رو درست نمیکردم زندان انفرادی رو درست میکنن تا افراد رو آزار بدن شکنجه بدن پس محبت می باید مخاطب داشته باشه تا در جایگاه درست نیز تعریف خوبی رو داشته باشه حتی ما که فرزندان خدا هستیم خوب میدونیم که در اول یوحنا چهار هش اعلام میکنه که خدا محبت است پس ما که از آغوش خدا آمده ایم از ذات خدا آمده ایم طبیعتا نیازمند محبت و عشق نیز هستیم و در پیدایش دو نیز میخونیم که خداوند به خوب نیست که انسان تنها باشه و به درستی که خدا نیست تنهایی رو دوست نداره چرا که فرشتگان رو آفرید چرا که انسان رو آفرید شکل خودش آفرید تا با او نیز بتونه مشارکت داشته باشه با او رابطه داشته باشه آنچرا که شاید از دیدگاه مذهب به نوعی این هست که من برم در حضور خدا خدا رو عبادت کنم و ثواب ببرم خیر من در حضور خدا میرم که در این مشارکت محبت رو بدم محبت رو بگیرم تا در این محبت من نیز بتونم در اون جایگاهی که آفریده شدم نیز سهم درستی داشته باشم در کتاب اشعیا و 21 از هزاره نو براتون میخونم اعلام میکنه کلام خدا قومی را که برای خود سرشتم آفریدم تا ستایش مرا بیان کند هممون اون میدونیم ستایش یعنی تمجید یعنی تقدیر یعنی اینکه از نیکوی های شخصی و یا موقعیتی تعریف کردن پس اون ستایش در اصل یک نوع محبت هست حالا سوال پیش میاد آیا خدا به محبت ما نیاز داره اگر خدا بی نیاز هست آمین به هیچ چیزی نیاز نداره مسلما عدم محبت من در حضور خداوند خدا رو از اون هدف مقدس خلقت و ذات خودش دور نمیکنه که محبت هست. چون هدفی هست. تصور بکنید شما عزیزان که در آمدید کلیسا و برای اینکه بتونید در حضور خداوند رشد کنید، از روح خدا پر بشید، قوتی بگیرید، او رو پرستش کنید، کلام خدا رو بیاموزید. در این مکان اومدید وقتی که وارد میشید یک نفر به شما با چهره خوشرو با سخنان زیبا به شما میگه خوش آمدید عزیزم برادرم خواهرم مسلما شما یک حس زیبایی میگیرید اما اگر چنین اتفاقی هم را نمی افتاد شما رو محزون نمیکرد کسی چون شما بهر یک هدفی اومدید اینجا خدا نیست جهان رو بهر یک هدف مقدسی آفریده و خودش نیست به عنوان ذات محبت در جایگاهی هستش که نیاز نداره کسی او رو محبت کنه اما همان گونه که انسانی گناه میکنه و باعث نارضایت خدا میشه و باعث میشه که خدا نی سپرایز میشه انسان رو شکل خودش آفریده حالا او به یک مسیر دیگه داره قدم بر میداره و خدا ناراحت میشه از این موضوع همین گونه وقتی که ما در حضور خدا هستیم نام خدا رو جلال میدیم با اعمال و رفتارمون کارهای محبت آمیز میکنیم خدا رو خوشحال خواهیم کردش پس جواب نمیتونه این باشه که خدا نیاز به محبت ما داره و در این محبت هستش که ما تجربه میکنیم خوش آمدید. تجربه ای میکنیم که در این تجربه بتوانیم گام های درست زندگی کردن رو نیز داشته باشیم باز مسلما هیچ انسانی نیست که تضمین صد درصد بتونیم از او داشته باشیم که این انسان خدا رو محبت میکنه صد درصد و یا همدیگر رو میتونن محبت کنیم چه این تضمینی شما دارید؟ چه این تضمینی روی انسان ها هرگز نمیتونید چون انسان ها همدیگر رو سپرایز میکنن گاهی با عدم محبتشون اما ما این تضمین رو از کلام خدا نسبت به خدا داریم که خداوند صد در صد ما رو محبت خواهد کرد در مزمور 117 آیه 2 میگه زیرا محبت پایدار او بر ما بسیار عظیم هست محبت پایدار او استوار او و وفاداری او بی پایان هستش یعنی ابدی هست که او ما رو محبت میکنه و ما نیز در مسیر همین محبت هستش که میآموزیم که دیگران را چگونه محبت کنیم وقتی از رحمت و محبت خدا نیز پر میشیم نسبت به خودمون نسبت به خانواده و نسبت به خلقی که در برابر ما قرار داره در مزمور 138 یک دو از شریف میخونم اعلام میکنه خداوند از صمیم قلب پس داره قدم اول محبت رو به ما میآموزه با چه نیتی به حضور خدا میای؟ از ترس به حضور خدا میای اشتباس چرا که نباید از خدا ترسید باید با عشق بیای مرسی باید عاشق او بود فقط برای نیاز و حاجت به حضور خدا میای، کلام خدا گفت اندیشه برای موقعیت های زندگیت نکن من اندیشه میکنم آیا والدینی که فرزندانشون رو به این جهان میارن و دارای امکانات و شرایط بسیار عالی و خوب هستند فرزندانشون باید نگران موقعیت زندگیشون و مالیشون باشن هرگز پس اگر خدا انسان را آفریده خدا خوب میدونه که چگونه از او حفاظت کنه بهر عشق میرم تا عشق رو بگیرم از این رو هست نویسنده این گونه اعلام میکنه خداوند از صمیم قلب تو را ستایش میکنم در حضور خدایان خدایان باطلی که توی این دنیا قرار گرفتن قدرت و مقام و شهرت و و و و, و. که برای من گاهی افراد خانواده برای من خدایان میشن وقتی بیشتر از آنچه را که لازم هست من به جای اینکه آنها را به خدا و موضوعها را به خدا بسپارم خودم میخوام اونا را تکر کنم و ادامه بدم در حضور خدایان برای تو سرود گزاری می خانم سر تعظیم به درگاه مقدس تو فرود می آورم و نام تو را به خاطر محبت پایدار و وفاداری تو ستایش می کنم یعنی به خاطر آنچه که می دونم که تو عشق و محبت هستی و چیزی هستش که وجود من نیاز داره برای حیاتم برای رابطه هم، برای پیروزیم برای آرامشم برای امنیتم چون این آگاهی رو دارم پس بر اصل این آگاهی هستش که من به سمت تو میام و اونجا هستش که من میدونم وقتی از محبت خدا پر میشم این بذری هست که من به زندگی خودم و دیگران میپاچم تا همه در اون عشق و محبت قرار بگیرن مثلا من هرگز ما به دنبال این محبت نیستیم که بگیم باید محبت بدیم محبت بگیریم اما لازمه زندگی ما هستش و کلام خداوند ما رو تشویق میکنه محبت ما باید بلاابض باشه ما به این هدف قدم برمیداریم اما این رو میدونیم که با محبت کردن نیز وجود ما پر از محبت میشه زمانی که من ایمان دارم که در این مسیر محبت من هدف مقدسی رو دارم تیم میکنم. کنم مسیح برای اینکه درک درست از محبت رو به ما بده لباس انسانی بر تن میکنه و سخنانی که قابل درک هست برای رسول و دیگران عنوان میکنه نسبت به درک محبت در انجیل مرقس باب دوازده آیه سی و سی و یک مسیح اینگونه داره اعلام میکنه خداوند خدای خود را که با این آیات آشنا هستیم خداوند مرقس دوازده سی و یک خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما یعنی آنچه را که برای تو دلیلی شده نسبت به نیازات کششت دلایل محبت کردن دلایل دوست داشتن خودت اول خودت اگر کسی درک نکنه عشق و محبت رو نسبت به خودش این دروغه که این محبت رو به دیگری میخواد داشته باشه باید درک کنم من که گرسنگی چقدر سخته و برای اینکه معده خودم رو سیر کنم نسبت به این که بتونم تقضیه بشم و لذت ببرم از خوراکی که میخورم و احساس امنیت بکنم اون زمان هست که یک شخص گرسنه رو خوب میتونم بفهمم اگر گرسنگی رو درک کرده باشم مسیح داره با ما این گونه صحبت میکنه میگه با تمام فکرت احساست تمام کشش چگونه هست که تو آرزو میکنی برای اقامتت تو این سرزمین به فکر اقامت برای دیگری هم باشه چگونه هست که تو آرزو میکنی که ازدواج خوبی داشته باشی و تنها نباشی به فکر دیگری هم باش و این گونه وقتی این ادراک درست رو داری میگه با این ادراک با این درک درست یک بار دیگه میخونم میگه خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکام هست یعنی حکم اولین حکم کلام خداست و دوم مثل اول است با تمام این وجود خدا رو باید بپرستی بیشتر خدا نمیگه چون درک نمیکنم اگر خداوند بگه رسول تو باید بیشتر از اونی که خودت تو دوست داری منو دوست داشته باشی من اصلا میگم نمیفهمم خدا چی میگی مثل شخصی هستش که ارقام ریاضی رو برفست تا هزار بلده حالا شما از اون انتظار داری بگه هزار و یک هزار و میگه نمیدونم بلد نیستم خدا انتظار نداره خدا اول میخواد من درک کنم هویت و ماهیتم رو و هدف خلقت رو چرا آفریده شدم چه کسی مرا آفریده بهره چه هدفی آفریده شدم عشق رو نسبت به خودم درک کنم وقتی که فهمیدم میگه همین انقدر رو دوست داشته باشه همون مقدار که خودت حالا در شناخت و معرفت خدا حتما من بیشتر از این روزگاری خواهد بود که خدا رو محبت خواهم کرد اما در مرحله اول این هست و بعد ادامه میده و دوم مثل اول است که همسایه خود را چون نفس خود دوباره در همون چارچوب افکار و احساس و که، کشش وجودت رو نیازها استعدادها که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما بزرگتر از این دو حکمی نیست که میتونه من رو به خدا برسونه افلاتون نیز اعلام میکنه عشق در میان مردمان صلح و آشتی برقرار میکنه و کسی که این عشق رو درک میکنه به جایگاهی میرسه چون خودش رو دوست داره عاشق خودشه و کار درستی میکنه این خودپرستی نیست این غرور نیست این خودشیفتگی نیست من خودم رو دوست دارم که شکل خدا آفریده شدم و بهر هدف مقدسی آفریده شدم و حتی حاضر هستم در این مسیر عشق و محبت ایثار و وفاداری خودم را تا پای از, از دست دادن جانم برای هدف خلقت یعنی خدا بدم برای همسارم برای فرزندانم برای همسایه حتی برای خلق خدا بدم اونجا تعریف درستی خواهد داشت که این محبت محبت سگانی است که خدا داره اعلام میکنه خودم خلق و خدا و یا چهارگانه خودم خانواده و خدا اول و دوم هم نداره بارها عرض کردم شما نمیتونید بگید اینجا آقا من همیشه اول خدا رو میخوام اگه این کار رو کردی حتما اشتباه کردی شما الان که اینجا کلیسا هستید اول خداست ولی از اینجا که رفتی میتونه دوم خودت باشی چون گرسنه‌ت میخوای بری رستوران کلیسای پرسنل هستم که چلو کباب نمیدن دعا کنید خدا ما رو برکت بده شما چلو کباب هم میدین دیگه دومیش هم اینجا داشته باشید ولی سوم میتونه خانوادهت باشه ها گرسنه هستن باید بری به فکر اونها باشه چهارم میشه می یه خبری میشه یه اتفاق بعد تو کشورمون ایران افتاده و برای مردممون نگران هستی دعا میکنی کاری انجام میدی پس اول و دوم نداره اولویت به زمان و شرایط بستگی داره که اون رو روح القدس به فرزندان خودش عطا میکنه به مطابق اون فیضی که خدا به ما داده اما در این مسیر صداقت و راستی حرف اول رو میزنه در عشق و محبت میباید در کنار محبت کردن نیز ما اون صداقت و راستی رو داشته باشیم و دور از هر نوع ریا باشیم دور از هر نوع دروغ باشیم چون با دروغ ما نمیتونیم عشق ورزی کنیم ما ریاکار خواهیم شد یک ضرب مثلا میگه با دروغ میشه خیلی چیزها رو به دست آورد ولی نمیشه نگهشون داشت شاید اعلام عشق و محبت میکنیم با دروغ به دیگران اما تا چه زمانی ما میتوانیم اون رو پایدار کنیم پس در محبت حقیقی دروغ و ریا و حتی میتونیم بگیم دروغ های مسلحتی و جبر هیچ جایی نخواهد داشت یعنی عشق هرگز به خود و خانواده و به خلق و به خدا هرگز دروغ نخواهد گفت بلکه میخواد در راستی باشه برای همین در شریعت ما میبینیم که در خروج بیست اشاره میکنه که میگه دروغ نگو به همسایه خودت دروغ نگو دوستش داری دروغ بهش نگو در راستی بیست ریا نکن و کلام خداوند اعلام میکنه نه تو بله تو بله باشه و در این راستی بیست زنی رو میکنه به همسرش میگه عزیزم من دارم میرم تا خونه مادرم پنج دقیقه بیشتر طول نمیکشه هر نیم ساعت به نیم ساعت به این خوراک روی گازه یه سری بزن ریا نداره در راستی کار انجام میده وقتی که معنی عشق و محبت نیز برای ما جا میفته در جایگاه درستی نیست خواهد بود و نیز در کتاب اعداد 23-19 میخونیم که اعلام میکنه ما که میخواییم محبت رو از خدا بگیریم ما که منبعی عشق و محبت رو خدا میدونیم اعلام میکنه خدا انسان نیست که دروغ بگوید اگر خدا دروغ نمیگه و من ایمان دارم شکل خدا آفریده شدم مطابق کتاب پیدایش 126 26 الا و مسیح در انجیل متی 8 میگه کامل شوید همچون خدای پدر پس من نمیتونم دروغ بگم چون بابای من که خداست دروغ نمیتونه بگه نمیتونه دروغ بگه میدونید خدا نمیتونه دروغ بگه خدا نمیتونه گناه کنه خدا اینجا قادر مطلق نیست عزیزان که بگیم خدا میتونه دروغ بگه خدا نمیخواد نه خدا نمیتونه ذات خدا هرگز نمیتونه دروغ بگه بلکه میسته در راستی و این انتظار باید از ما هستش که ما به خود و به دیگران نیز دروغ نگیم چرا که در این مسیر شرارت و ریاکاری بذر زندگی ما میشه و به ما و به دیگران آسیب خواهد زد عیسی مسیح مخاطبین خودش رو که معمولا به تندی با اونها رفتار میکرد فریسیانی بودن، صدوقیانی بودن، کاتبینی بودن که ادعای این رو داشتن کلام رو میدونن و حقیقتا کلام رو میدانستند. یعنی همان گونه که من از انجیل مرقس دوازه براتون خوندم در کتاب تصنیه باب به همین روش داره محبت سگانه رو میآموزه کلام خداوند که چگونه عمل کنیم در این مسیر با توجه به اینکه این موضوع رو میدانستن ممنون مرسی دست شما درد نکنه شما این کار جانم امروز فکر میکنم سالگردت ایمان خواهرم هست مرسی عیده. مرسی مرسی ما را همیشه سپرایز مرسی آی مرسی شما خود گل هستی برای کلیسای مسیح یه دست دیگه برای خدا شو و چقدر اگر یادمون باشه هفته گذشته حالا مطلب یادم نره کار ادیت یاسر جان سخت خواهد شد گفتیم آن چرا که ما رو در محبت نخستین پایدار میکنه امروز هم کمی صحبت میکنیم این هستش که ما به یاد بیاریم محبت های همدیگر رو و خواهرم محبت خدا رو به یاد آورده که شش سال پیش خداوند نجاتش نمید بازم یه دستی حالا برای مسیح بزنیم پس عیسی مسیح با فریسیانی که میدانستن و ریا میکردن محبت رو میدانستن اما بی محبتی میکردن که حتی اعلام میکنه آموزه های آنان را بیاموزید اما اعمال آنها رو انجام ندید در انجیل یوحنا 824 از شریف براتون میخونم اعلام میکنه از 844 میگه شما فرزندان خود داره به اونها میگه میگه شما فرزندان پدر خود به فریسیان به ریاکاران به آنانی که عشق رو میشناختن اما در عشق دروغ میگفتن در عشق یا میکردن خواهش میکنم دقت کنیم اگر دروغ میگیم کجا ایستادیم به طور خاص زمانی که ما توبه میکنیم به مسیح ایمان میآوریم هرگز هرگز دروغ نمیتونیم بگیم شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل میارید یعنی رویا و ویژن اونو شیطان رو وقتی داری دروغ میگی پیروی از رویای شیطان داری میکنی او از اول قاتل بود از ابتدا به فکر حلاکت بشریت بود و دروغ را زایده برای حلاکت انسان به او داد و از راستی بیخبر است یعنی نمیتونه اصلا موضوع راستی برای شیطان مکشوف نیست قابل درک نیست که راستی رو درک کنه چون در او هیچ راستی نیست یعنی در وجودش هیچ عشقی نیست هیچ محبتی در شیطان نیست وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید ذاتش دروغه تو چرا دروغ میگی که فرزند خدا هستی رسول من به خودم میگم من چرا باید دروغ بگم که میدونم ذاتم از خدای پدر گرفته شده و محبت و عشق هست وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید زیرا دروغ تو و پدر تمام زیرا دروغگو و پدر تمام دروغگویان هست اگر کسی دروغ میگه دیگه اینک خدای حقیقی که ذاتش محبت هست پدر او نیست بلکه در اون زمان این شیطان هست که پدر اون شده پس با هوشیاری هم به درسی که دروغ نگیم و هم هرگز عشق رو ما اجازه ندیم درش دروغ و ریا باشه صادقانه حتی اگر بر علیهمون هست ما از جایگاهی اومدیم حالا از نظر فرهنگی از نظر اینکه تو مذهب اسلام بوده با دروغ مصلحتی خوب آشنا هستیم و گاهی میگیم برای صلح برای اینکه دینمون خراب نشه برای اینکه آبروی یه نفر نره برای اینکه همه شرایط سخت آروم بشه حالا یه دروغ هم بگیم اما در مسیحیت ما چنین چیزی نداریم ما هرگز نمیتوانیم دروغ مسلحتی بگیم چرا که با همین دروغ مسلحتی اجازه دادیم که شرایطی در ما ایجاد بشه که ما به پیروی رویای شیطان برویم موسا قوم اسرائیل رو به امر خدا از مصر رو برد بیرون ولی هر بار که می آورد بیرون و میخواست اینها رو ببر از مصر بیرون یادتون هست فرعون چی میگفت میگفت برید اما خیلی دور نشید حالا شیطان میگه خب رسول تو نجات پیدا کردی خدام تو رو بخشیده خدا مهربون خدا تو رو دوست داره به خاطر گناهانت روی ولی اونم میدونه که تو تو شرایط بدی هستی حالا تو دادگاه یه دروغ هم بگو دیگه اقامت تو بگی ببخشید سوء تفاهم نشه حالا این دروغه رو بگو که بیزنس یه بهتر بشه حالا اونجا یه ریایی انجام بده شرایط درست بشه برای همین هست مسیحیت میلیونها بالاتر از آنچه که فکر میکنیم از مذهب که توی مذاهبی که تو دنیا هست سخت در هست ولی کسی که روح خدا پر میشه به توسط روح القدس هستش که میتونه در اون راستی بمونه و زندگیش نیست نماد خوبی باشه پس ما به هیچ وجه دروغ مسلحتی نمیتونیم بگیم شاعری میگه مرا با حقیقت بیازار مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرومم نکن که این روش بهترین روش میتونه باشه برای زندگی پاکی که در فکر عشق هستیم و در این مسیر گونه که گفتم راستی و رحمت در کنار هم هستند تا ما رو به شهر عدالت برسونن به شهری که بتونیم از اون سیراب بشیم برای زندگی سالم و رابطه خوب چهارگانه بین من و خدا، من و خودم، من و خلق خدا و من نیز با خانواده خودم و این رو میگن عدالت همه خوب میدونیم عدالت به تعریف این هست که از نظر ساینس و علم هر چیزی سر جای خودش رو همون فرمولی که یاد گرفتیم آب و گرما و سرما رو رو همون فرمول هست این رو میگن عدالت نظر علم اما نظر روحانی گفتیم رابطه درست انسان با خدا میشه رابطه عاشقانه درست انسان با خدا عدالت هستش و اینکه من به علت آنچه که آفریده شدم زندگی کنم این در از عدالت هستش که من به همون هدف نیز قدم بردارم و زندگی پاکی رو داشته باشم و اینجا هستش که محبت حقیقی میتونه جای خودش رو داشته باشه الان میبینیم جادهها و اوتوبان های خوبی رو درست میکنن و با تکنولوژی و دانشی که دارن و امکاناتی که دارن سعی میکنن این جاده ها این اتوبان ها رو طوری بسازن که حتی تو برف و بارون و زلزله کسی تصادف نکنه و کشته نده این کار رو میکنن درسته؟ اگر حقیقتا این کار رو دارن صد درصد انجام میدن به این میگن عدالت کار درستی دارن انجام میدن ما نیز در مسیر عشق باید هوشیار باشیم که موضوع راستی و رحمت رو در کنار هم قرار بدیم و اونجا نیز میباید ملکوت و عدالت خدا رو بتلبیم در متا 633 اعلام میکنه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را به طلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد پس برای ما محبت کردن نیز محبت حقیقی میباید در این مسیر قرار بگیره برای پیروزی باز در مزمور یازده هفت میخونیم که اعلام میکنه زیرا خدا عادل است و عدالت را دوست میدارد در مسیر محبت کردن نمیتونیم بگیم حالا من محبت بکنم یه دروغم بگم حالا من به این محبت کنم دل اینو بشکنم من به این وریا محبت کنم دل این وریا رو بشکنم من به مردم محبت کنم خدا از من ناراحت باشه نه همه رو باید در نظر بگیرم زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست می‌دارد و راستان روی او را خواهند دید کسانی که در راستی می‌ایسن میتوانند به آنچه که در اعتدال هست نگاه کنم و در اون مسیر حکمت، آرامش، امنیت، امید، خوشی و اعتماد برای حیات جاوید هست برای یک تصمیمی که میتونه به من این قوت و آرامش رو بده که هدف خلقت در مسیر حتی محبت کردن من نیست خواهد بود و در زندگی من و در هر شرایط من نیز تاثیر میذاره ما در ترزا اعلام میکنه عشق میوه همه فصل و دست همه کس به شاخسارش میرسد هر کسی که بخواد چیز سختی نیست شما نمیتونی بگی من عطای نبوت ندارم برادر رسول چون عطای نبوت ندارم نبوت نمی کنم قابل درکه من ویالون بلد نیستم چون نرفتم یاد بگیرم قابل درکه اما محبت رو نمیتونی بگی نمیتونم بکنم به طور خاص وقتی ما مسیح ایمان آوردیم هیچ راهی نداریم و ما ایمان داریم حتی در سختی ها و مشکلات در بین محبت هایی که انجام میدیم خدا ما رو یاری خواهد کرد همون گونه که این شاعر میگه هم دعا کن گره از کار تو بک شاید عشق هم دعا کن گره تازه بیفزاید عشق چرا که وقتی در راستی هستی و در محبت هستی مطمئن باش سختی ها و حملات هم هست شاگردان مسیح محبت کردن اما روی صلیب رفتن هنوزم مردان و زنانی که ایستادن برای ملکوت خدا تو سختی ها و مشکلات هستند. قایقی در طلب موج به دریا پیوست باید از مرگ نترسید اون موقع تو سختی ها و مشکلات میری اما میدونی تو راستی هستی قایقی در طلب موج به دریا پیوست باید از مرگ نترسید اگر باید عشق اگر جایگاه عشق و محبت خودت رو در مسیر عدالت راستی قرار دادی مطمئن باش که خداوند تو رو برکت خواهد داد مزمور 85 7 الی 11 رو نیز براتون میخونم اعلام میکنه ای خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر کن رحمت خدا نجات و رستگاریه خیلی موقع هستش که ما دوست داریم افراد وارد کلیسا بشن و واقعا مفتخار افتخار میکنیم اگر بتونیم در توان باشه کمک مالی کنیم اگر بتونیم بهشون کمک کنیم برای سلامتیشون برای شفاشون برای اقامتشون این کارو خواهیم کرد اما رحمت خداوند در ابتدا در مسیر محبتی هستش که دلیلی خواهد شد که مردم نجات پیدا کنن رستگار بشن اگر میخوای همسایت رو محبت کنی خانوادت رو محبت کنی کشور و مردم تو محبت کنی در مسیر عشق به این که اونها نجات پیدا کنن اول محبت کن براشون دعا کن چرا که آنچه چرا که شما و من میخوایم به اینها بدیم تاریخ انقضا داره ولی نجات و رستگاری تاریخ انقضا نداره برای اونها همیشگی هستش و نویسنده این گونه داره میگه ای خداوند رحمت خود را بر من ظاهر کن و نجات خیش را به ما, به ما عطا فرما آنچه خدا یهوه میگوید خواهم شنید زیرا به قوم خود به و به مقدسان خیش به سلامتی خواهد گفت که به سوی جهالت بر نگردن این محبت اصلیه که گوش و چشم خانواده، همسایه، خلق خدا را باز کنی مبادا دو دوباره اسیر خرافات بشن به مسیح میگه ایمان آوردم هنوز میبینیم که داره میگه ماشالله ایشالله چش نخورم بهش باید این هوشیاری بدی فال و فالگیری میکنه باید این هوشیاری بدی وقتی مسیح ایمان آوردی خدا با توست امانوئیل به دنبال اینها برای چی داریم میریم به مسیح ایمان آوردم هنوز پر از خشم و عصبانیت و دروغ هستم باید بگید اینها نیست خرافه هست چون باطل هست اعلام میکنه یقینا نجات او به ترسندگان او نزدیک است کسایی که عاشق خدا هستن خدایی که خدا رو میشناسم تا جلال بر زمین ما ساکن شود تا عشق بر زمین ما ساکن بشه تا محبت ساکن بشه رحمت و راستی با هم ملاقات کردن و شما تشنه حقیقت بودید آمین شما به خاطر اینکه حقیقت براتون مکشوف بشه کلیسا اومدید آمین شما قدم هایی رو برداشتی که در مسیر راستی بود و مسیح که گفت من راه و راستی و حیات هستم در انجیل یوحنا چا دست شما رو گرفت گفت بیا با من پس رحمت خدا با شما هم قدم شد امروزم در مسیر محبت باید همین گونه عمل کنیم اعلام میکنه رحمت و راستی با هم ملاقات کردند عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدن عدالت و سلامتی یعنی آنچرا که اراده خدا بود به عنوان یک کار تضمین شده یک محبت تضمین شده با آرامش نیز نزد شما میاد راستی از زمین خواهد رویید چون ما روی زمین هستیم و ما که مسیح ایمان داریم به توسط مسیح نیز و عدالت از آسمان چون عدالت از طرف خدا هستش محبت از طرف خدا هست ذات محبت از اون میاد و عدالت از آسمان خواهد نگریست و خداوند نیز چیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت برای تمام کسانی که فروتن میشن کلام خداوند میگه خدا از آسمان بر زمین مینگره آیا کسی هست که فهیم باشه طالب خدا باشه خدا داره نگاه میکنه کیا هستم به دنبال حقیقت هستم آیا شخص فروتنی هستش که غرورش رو بذاره کنار و به دنبال عشق باشه و خدا نگاه میکنه یه نفر به دنبال راستی است عیسی مسیح روح القدس رو میفرسته سراغش و به مسیح دست میده خداوند نیز با عدالتش او رو برکت میده که تمام ایامش پر از برکت باشه که شما نگید من محبت کردم اما آزرده دل شدم اما شکست خوردم اما در جایگاه بدی نیز قرار گرفتم و باعث شد که من دروغ بگم بله میتونیم دروغ بگیم ولی جواب دروغ برای زندگی فرزندان خدا باز آسیب و رسوایی هستش سه تا دانشجو دوست داشتم برن یه کنسرتی دقیقا اون کنسرت هم مساوی شد با روزی که امتحان درس مهمی رو داشتن گفتن خب ما یه کاری میکنیم زودتر بریم کنسرت تموم که شد سریع خودمون رو میرسونیم برای امتحان و میرن ولی متاسفانه تو ترافیک می‌مونن، وقتی میرسن می‌بینن دیگه ساعت امتحان دادن تموم شده و میرن به معلم میگن آره متاسفانه دیر شد میگه اونم نمیگن که کنسرت بودیم میگن تو که ایمدیم باشه اون پنچر شد و نتونستیم به موقع برسیم معلمم قبول میکنه برگاه های امتحان رو بهشون میده و و چند تا سال روی صفحه می‌نویسه میگه 20 امتیاز این داره 80 امتیازم هم سوالی که پشت صفحه هست اونا رو نگاه میکنم نه آسون هم هست سری می برمیگردن بر سوال این هستش کدوم چرخ ماشین پنچر شده و اینجا هستش که رسوایی به وجود میاد یه جایی من و شما گیر میافتیم چون ما فرزند خدا هستیم به طور خاص ما که مسیح ایمان آوردیم بازم میتونیم بگیم بعد رسول من در طول زندگی با محبت کردن با بخشیدن با رحمت از خودم متاسفانه تاثیر بدی رو در زندگیم دیدم دیدم اونهایی که محبت کردن بیشتر منو اذیت کردن من رو آزار دادن دل منو شکستن فردون مشیری هم میگه آن که میگفت منم بهره تو ترین چه دلازارترین شد چه دلازار ترین. بله ما نمیتونیم بگیم زمانی که محبت میکنیم تضمینش این هستش که به هیچ وجه ما بدی نخواهیم دید همان گونه که خوندیم طبیعت و ذات خدا محبت هست و طبیعت و ذات شیطان دروغ و شرارت هست طبیعت من و شما عوض شده آمین میباید در مسیر عشق و محبت قدم برداریم راه دیگه ای نداریم در غیر این صورت عشق رو نوع دیگه ای تعریف می کنیم که این شاعر اینگونه میگه میگه از عشق سخن گفتن برای آدمی هنوز خیلی زوده ولی زود نیست چون دو هزار سال پیش عیسی مسیح این عشق رو تعریف کرد که میباید در راستی و در رحمت جلو بریم و ایمان داشته باشیم که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت میده تا برای دشمنان خود دعای برکت کنیم به ما برکت میده که ما مخاطبینمون که ما رو میآزارن محبتشون کنه به ما برکت میده آنانی که ضد منو تو سخنان زش میگن آنان را نیز ما ببخشیم و توهین آنان را به جا نیاریم و اگر قرار هست جنگی کنیم جنگ رو به کی بسپاریم؟ به مسیح مطابق خروج چهارده چهارده که اون برای ما بجنگه و ما ایمان داریم که در این مسیر هستش که هرگز ابزار دست من و شما خشم و عصبانیت و کینه و سخنان بد و نیز ناامیدی نخواهد شد. سلیمان باز اعلام میکنه در 3 سه 3.6 پند سلیمان این هست. میگه زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند ای فرزند خدا. اینو من اضافه کردم. آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرغوم دار یعنی بنویس که مدام ببینی اونا آنگاه نعمت و رضامندی نیکو در نظر خدا و انسان خواهی یافت یعنی هم خدا از تو راضیه از محبت که کردی و هم دیگران رو نیستو خوشحال کردی به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن در همه راه های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردان مشروط بر اینکه که من حقیقتا درک درست از محبت داشته باشم و با عینک محبت ببینم اون زمان هستش که به خوبی میتونم در راستی و در رحمت خدا عمل کنم شاگردی به استاد خودش که در یک روستایی بود میگه اگه اجازه بدید من چهار پنج روز برم یه تفریح کنم و برگردم یه مسافرتی لازم دارم میگه برو وقتی که میره تو را میرسه به یه چشمه زیبایی میره چه آب زلالی و چه قدرم آب خوب و شیرینی هستش به یاد استادش میافته و یه ظرف چرمی داشته اون رو پر از آب میکنه و برای استاد خودش نگه میداره بعض یکی دو روز وقتی که میرسه نزد استادش میاد میگه استاد یه جایی رفتم چقدر اونجا زیبا و چه چشمه خوبی داشت من اونجا یاد شما افتادم این آبم برای شما آوردم استاد در اون ظرف باز میکنه مقداری از اون آب میخوریم میگه وای چقدر آب خوبی تا حالا چنین آب خوبی نخورده بودم بعد که این شاگر... شاگرد میگه بقیه شاگردا میگه میشن به ما بدید شاگردا میان یکی یه ذره آب برای اونا میریزه اونا وقتی میخورن میگه این چه آب بدمزه همش مزش بوی چرم و اینا چه آبیه گفت شما آب خوردید من محبت رو چشیدم و نوشیدم چه چیزی رو ما نسبت به آنچه که به ما داده میشه ما قبول میکنیم و اجازه میدیم افکار و دل ما در اون قرار بگیره تا دور از دروغ و ناراستی باشه و باعث این بشه که در مسیر درست قدم برداریم بریم با هم دیگه لطفا لامپار میخواد روشن کنید عزیزان بورشور دارید یا نه اونا که بورشور نهند دستاشون بره بالا بر نفری هزار دلار بگیرید ازشون و از کلیسا نظر مالی خوب نیستش شوخی کردم کسی نده. نه کتاب عیوب 6-25 اعلام میکنه سخنان راستی زوراور است ما در قزل قزل ها میخونیم 8 میگه محبت از مرگ زوراورتر است آمین میگه سخنانی که در راستی هست زور داره در راستی به ایست محبت کن من مطمئن باش که خداوندم شما رو برکت خواهد داد و در این صورت هستش که ما میتونیم توی روش درست قدم برداریم بعضی از عزیزان تصور میکنن خب ما خیلی به عنوان واعظین کلام سخت نگیریم دیگه بعد رسول اگه بخواد اینقدر سخت بگیری تا بگی دروغ نگو اون کار نکن کلیسا از این هم کمتر میشن و بشن ما واعظین کلام هستیم اون هفته مرس که هم خدمت ما آنچه را که میگیم حتما برای سلامتی شما مفیده اما باید رضایت خدا باشه ما اجازه نداریم غیر از کلام خدا کلام دیگه رو برای شما موعظه کنیم ما فقط کلام خدا رو موعظه می هرچند شاید خیلی یا بدشون بیاد حتی شاید بچه های من از کلامی که من میگم بدشون بیاد شاید ولی من نمیتونم غیر از این کلام دیگه ای رو بگم من این کلام رو یاد میدم و باید خودم هم یاد بگیرم واعظی میره توی روستایی و موعظه میکنه وقتی موعظه تموم میشه یک کشاورزی که کشاورز برنج بوده محصولات برنج بوده میاد میگه واقعا از حرفایی که زدی خیلی خوش آمده قبل از اینکه بخوای از این روستا بری بیا میخوام سه تا کیسه برنج بهت بدم این وایزم خیلی خوشحال میشه و میگه باشه بعد که میره در خونه میزنه میگه دوست عزیز اومدم اون سه تا کیسه رو برم میگه ای بابا تو یه چیزی گفتی من خوش اومد منم گفتم یه چیزی بگم تو خوشت بیاد <applause> ما نمیتونیم اینجا این کارو بکنیم ما هر که میگیم باید خدا خوشش بیاد چون این کلام کلام خداوند هست اما بریم با هم دیگه بشنویم نامه افوسیسیان 5 22 الا 33 لطفا توجه داشته باشید اینجا قسمتی این هستش که میدونم خیلی از ما وقتی که میخونیم باشه کمی میگیم مشکل داریم به طور خاص خواهران و زنان مشکل نداشته باشیم اگر عدالت خدا رو پذیرفتیم که عدالت هر چیزی سر جای خودش هست عزیزان باید کلام خدا رو عدالت خدا بدونیم باهاش بحث نکنیم جنگ نکنیم بپذیر و باعث برکتت خواهد شد بفهمت ای زنان. شوهران خود را اطاعت کنید صدا میادش؟ بل. خب میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید هدف از اطاعت اینجا کلمه اطاعت وفاداری عزیزان میباید وفادار باشیم به چه کسی باید وفادار باشیم به کسی وفادار باشیم که اون شخص مسئول من هست و در نیکویی داره عمل میکنه بله بفرمایید چنان که خداوند را زیرا که پس شما... میگه همون گونه که به خدا وفادار هستی اینو باید بدونید زنان جایگاه شما اینجاست این تبعیض نیستش میرسیم بهش هرگز 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 خدا تصمیم گرفت در کتاب پیدایش زن و مرد با هم آفریده بشن در نامه غلاطیان 3:28 میگه زن و مرد با هم برابر هستن ارزششون یکی است اما این قانون، این قانون عدالت خداست عزیزان همان گونه که شما چرا قرمز رو نمیتونی رد بکنی پلیس هم باشی نمیتونی رد کنی پادشاه هم باشی نمیتونی رد کنی رئیس جمهور هم باشی نمیتونی رد کنی نمیتونی رو رد کنی زنان جایگاه شما اینجاست هم، به همسر خود وفادار باش اقتدار و آتوریتی مرد تو نگیر وقتی که اقتدار و آتارتی مرد تو گرفتی جات عوض شد با مرد نمیتونی کار مرد انجام بدی و اونم دیگه کار خودش رو نمیتونه انجام بده اون زندگی به هم خواهد ریخت موقع زندگی و کارش به هم میریزه بذارید مردا مرد باشن زنان زن باشن بله زیرا که شوهر سر زن است بله یعنی مسئول اون خانه است بله چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است آمین شما به خاطر شناخت من تو این کلیسا نیستید بلکه شما اید به خاطر مسیح آمین خود منم به خاطر مسیح آمدم همه به خاطر مسیح آمدیم مسیح سر اینجاست مسیح جانش رو به خاطر ما داده میگه همان گونه باید این احترام رو به اون مرد بگذاره اون زن بله لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند پس دو تا موضوع داره میگه اعضای کلیسا کسانی که توی کلیسا هستید همان گونه که کلیسا باید مطیع مسیح باشه مطیع شعبان کلیسا باشه که خدا اون رو مقیر کرده همان گونه زنان نیز باید مطیع همسران و مردان خودشون باشن در وفاداری میرسیم بعضی‌ها فکر نکنید حالا اگه اون مرد اونجوری بود اینجوری بود نه حالا صبر کنید چرا زود نخوندین حالا خانما دارن کجا میرن صبر کنید صبر کنید بله بفهم <تصحیح> این شوهران زنان خود را محبت نمایید او تو این دوازده تا آیه دو تا آیه برای زن نه تا برای مرد حالا نمات مرد رسید به زن گفت فقط وفادار باشید حالا داره به مرد میگه به مرد میگه اون مردی که خدا در نظر داره صحبت از این نیست قد بلند و خوشکل و بازوهای خوب و اینا پولدار خیر صحبت از مردی میکنه که مسئولیت مردیش رو پذیرفته و مانند خدا نسبت به همسر و بچه هاش دلسوزه پر از عشقه پر از محبت مسئول پذیره کادر برنامه زندگیش رو میدونه به فکر تفریشون هست به فکر دانششون هست به فکر سلامتیشون هست به فکر تمام موقعیت هست صحبت از اون مرد داره خدا میکنه مردی که خداوند در ابتدا آفرید و باغ عدن رو به او داد اما متاسفانه چشم از زنش برداشت و زنش وقت با شیطان گذاشت صحبت از اون مرد داره میکنه بگره من بگید مردی اعتیاد داره معتاد شده خانواده رو رها کرده و دور از مهر و محبت اونجا صحبت از اون مرد نمیکنه نه نه اون مرد اصلا باطله ببخشید صحبت از مردی میکنه که در عدالت هست در استاندارد درست داره عمل میکنه بله چنان که مسیح هم کلیسا رو محبت نمود و خیشتن را برای آن داد یعنی میگه یک مرد باید آماده باشه جانش رو برای زنش بده به زن نگفت جان تو برای مردت بده چون زن مسئول مرد نیست اینجا مرده که مسئول زن و خانواده است میگه تو حاضر باش مثل خود مسیح جانت رو مسیح چگونه جونش داد چیکار کشتنش تیر بهش خفش کردن رو صلیب رفت بدترین رنج میگه با بدترین رنج حاضر باش برای همسر و فرزندانت حتی بمیری بله تا آن را به غسل آب به وسیله کلام تاهر ساخت تقدیس نماید تا کلیسای مجید را نزد خود حاضر سازد خب داره اینجا صحبت از کلیسام داره میکنه نماد کلیسا رو ناره میگه من به عنوان شبان کلیسا نیست میباید و خادمین تا پای جان برای شما بیسیم و دیدیم که کشیش هاک مهدی دیباج میکایلیان سودمن در ایران برای کلیسای مسیح سادن و حتی کشته شدن ولی ایستادن من نیز باید برای شما بیستم بله باز میگم در راستی و در رحمت هر دو کنار هم بله که و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بله. بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. پس همیتون... خود مرد باید مواظب رفتارش باشه، در گناه نباشه، اجازه نده، خونش آل... آلوده گناه بشه، توی تعلیمات، تو تمام شرایط باید نگاه درست داشته باشه به عنوان یک مرد. از این رو هست که جوانانی که میخواید ازدواج کنید، هم خودتون رو بشناسید، هم جنس مخالفتون رو بشناسید چون مسئولیت بزرگی روی دوش شما هست چون شیطان میخواد این کانون خانواده از بین بره و شیطان از ابتدا این کارو کرده که کانون خانواده کانون دوستیها عشق و محبت حتی محل کار تو رو خراب کنه کلیسای تو رو به هم بریزه کشور تو رو آشوب بش... ایجاد کنه درش که جدایی ایجاد بشه بله به همین باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند بله پس زیرا... داره نها دوباره همون عشق است چقدر خودت دوست رسول باید زهره رو همون انقدر دوست داشته باشی و محبتش کنی تازه جونت هم باید بدی براش خیلی من دست شما در بیا به اینجا که رسید ما باید جونمونه باید من که جونم برای زهره میدم چون <applause> واقعا هم همسر خوب و هم خادم خوبیه که کنار من ایستاده و بتونم این خدمت رو ادامه بدم با فروتنی بله طرفدارای زهره اینجا زیادم <تصفح> مردا کجایید با بقید. زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید آمین پس این محبت به تو بر می گرده همسرتو خوشحال کن ببین چقدر رو خوشحال می کنه ناراحت کن بعد دیگه هیچ بلشون می دید. <applause> بله بله زیرا هیچ که از هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بله بلکه آن را تربیت و نوازش می کند آمین چنان که خداوند نیست کلیسا را آمین زان رو که اعضای بدن وی می باشیم از جسم و از استخوان های او از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه فیش خواهد پیوند هرگز بی احترامی نیست به پدر مادر مرد مسئول دیگه پدر مادرش نیست مسئولیت اولش کیه؟ همسر. همسرشه حتی این رو میدونید بین زن و شوهر بچه نباید حتی قرار بگیره یعنی زن و شوهرهایی که به خاطر بچه دعوا میکنن هنوز درک درست از ازدواج رو ندارن هر دو باید تصمیم بگیرن در رابطه با بچه هاشون ولی هرگز نباید اجازه بدن بچه وسیله جدایی اونها بشه هرگز بلکه باید دست به دست هم بدن و به همدیگه عشق ورزن حتما باید برای بچه فکر کرد حتما برای والدین باید فکر کرد باید به اونها محبت کرد اما والدین هم نمیتونن هرگز بین فرزندان قرار بگیرن حتی به عنوان مشورت دهنده والدین اگر تا به امروز این کارو شده اشتباس والدین مشاوری نمیتونن باشن مشاور باید یک شخص غریبه باشه که آشنایی و آگاهی داشته باشه که بتونه راحت صحبتش رو بکنه پس والدین با تمام عشقشون نمیتونن من برای دخترم ونوس این کارو نکردم از کشش کامل خواهش کردم که داره این محبت رو میکنه ما اجازه نداریم کار رو بکنیم چون بیشتر آسیب میزنیم بله بفرمایید و آن دو یک تن خواهم بود این سر عظیم است لا که من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم آمین خب حالا داره پولس رسول تشبیه کلیسا نیز ادامه میده ولی در این مسیر محبت نیز میخواد که زن جایگاه خودش داشته باشه مرد جایگاه خودش داشته خواهش میکنم به این دقت کنید هرگز تبعیض نیست هرگز ارزش بالا پایین نمیشه مردان از نظر آنچه را که خدا آفریده طبیعتا نمیتونن حامله بشن کاری نداریم که علم داره الان این کارو میکنه ولی حتی این کارم بکنه باز طبیعت مرد برای این ساخته نشده که بتونه بچه به این دنیا بیاره یه کار زوری اگر بخوایم انجام بدیم این طبیعت مرد رو خدا به گونه آفریده که مرد مسئول خانوادش هست و زن نیز مسئولیت دیگه ای داره در خانواده که بتونه در کنار هر دو همگر رو کامل کنن نه اون بیارزش میشه نه این بیارزش میشه ولی باید تو جایگاه های درست خودشون بیستن و در طول تاریخ دیدیم که حقیقتا اگر مردان بی مسئولیتی کردن و زنان جای اونها رو گرفتن اون خانواده خانواده ای نبوده که در سلامتی باشه و اگر زنی خواسته جای مرد رو بگیره تو اون خونه باز نیز آسیب به اون کانون خانواده زده بله؟ خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت به پس پس بازم داره میگه عرض کردم خدمتون در این دوازده آیه بله فکر میکنم در این دوازده تا آیه نه تاش فقط درباره مرد سه تاش درباره زن هستش چون که مرد مسئوله پس اینگونه نیستش که بگیم باری رو خدا روی زنها قرار داده و زنها رو اینجا حقیر کرده خیر بلکه اتفاقا زن رو ارزش برده به جایگاهی که جنس لطیفی است و باید رو محبت کرد و باید بفهمیم باید درکش کنیم زن رو و دست یاری بدیم برای یک زندگی خوب بله و زن شوهر خود را باید احترام نمود آمین. و در این مسیر هستش که میتونیم در این کلام دست در این مسیر هست زندگی سالمی خواهیم داشت تو دیسون میگه اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را برای فرزندان خود به جا بگذاریم سرمایه بزرگی به اونها دادیم خوشبختی در خونه است زن و شوهرها باید تصمیم بگیرن زندگی سالمی رو داشته باشن رابطه های خوبی داشته باشن توی جایگاه خودشون باشن تا بتونن فرزندان خوبی رو نیز تحویل بدن بریم با هم دیگه نکته دوم داشته باشیم آیا عزیزان بورشور دارید اونا که بورشور ندارن دستاشون بره بالا دیگه نمیخوان هزار دلار بدن خب نکات رو لطفا داشته باشیم به دو نکته میتونیم داشته باشیم ممنون نکته اول چگونه میتوان در محبت نخستین پایدار بود محبت نخستین این نکته ای هست که عزیزان مال الانی مال چند هفته پیشه محبت نخستین با مشارکت پیوسته میتواند پایدار باشد و سوء تفاهم ها را هویدا نماید تا بتوانیم به عهدهای خود وفادار باشیم باید سوء تفاهم از تو زندگی برداشته بشه باید مشارکت ها باشه مرد وقتی وارد خونه میشه میگه من خسته هستم رفتم بخوابم این اشتباس مسئولیت خوبی نداره داره آسیب میزنه اون زن احتیاج به محبت داره بچه ها احتیاج به محبت دارن رابطه را باید ایجاد بکنه میخواستی مرد نباشی حالا شدی باید اینم مسئولیته مثل یه زن بگه من نمیخوام بزن اگه اون میزاد و اگه محبت میکنه تو خونه داره خوراک آماده میکنه مرد نیست باید مردانگیش در این باشه همه نقاط زندگی رو ببینه و مسئولیت داشته باشه نکته دوم اینو پر کنید لطفا محبت نخستین قسمت قرمزها رو میتونید با خودکار پر کنید محبت نخستین با به یاد آوردن اولین ملاقات میتواند پایدار باشد بسیار مهمه که برای اینکه ما بتونیم عشق خودمون رو پایدار کنیم محبت ها رو به یاد بیارید مثالی که پنجشنبه زدم میخوام بزنم همون گونه که توی تمام جاده ها و اتوبان ها ماشین ها حرکت میکنن اتومبیل ها حرکت میکنن اما باید تو یک زمانی برای سوختگیری برم پمپ بنزین همون گونه که داری زندگی عادی تو میکنی یه زمانی رو بذار برای به یاد آوردن محبت خدا در حضورش در همون حضور خدا به یاد بیار محبت همسر تو پدر و مادر تو دوستان تو بعدی رو به یاد نیاری و محبتش به یاد بیار و اونجا هستش که محبت شما آبیاری میشه یک مثال آلمانی نیز اعلام میکنه دوستی مانند گیایی هست که هر چند یک وقت یک بار میباید آبیاری بشه باید آبیاری کنیم به یاد خوبیایی هم بیفتیم و اون عشق پایدار میمونه پس یه بار دیگه میخونم میگه به یاد آوردن اولین ملاقات میتواند پایدار باشد و دل شکستگی ها را شفا نمود عزیزان های ما میشکنه هر روز امکان داره مشکلی باشه اگر دل شکستگی تو شفا پیدا نکنه مطمئن باش با کینه و نفرت زندگی میکنی محبت در ریاس الکی چاکرم مخلصم دوستت دارم عاشقتم یه گل بدم و و و الکیه نه نه با عشق نیستش باید شفا بگیری از تمام آنچه که تو رو آزرده حتی میگی نه من اخه همسرم و که دوست دارم پدر مادرم منو اذیت کردم. اگر در حضور خدا شفا نگیری نسبت به اعمال پدر مادرت همسر تو اذیت خواهی کرد بچه تو اذیت میکنی باید وجود تو خالی از تمام کینه و نفرت بکنی تا بتونی همه رو به خوبی نیز محبت کنی پس و دلشکستگی ها را شفا نمود تا بتوانیم در اهداف خود مصمم باشیم اهداف زندگی هست اهداف خدمتیت هستش اهدافی داری توی زندگی اینو بدون در مسیر محبت و شفا هست که ما میتونیم آزاد بشیم اوز میخوام عمدن به کسی بر نخوره شاید یک شخصی 20 سال از ایمانش بگذره اگر هنوز شفا نگرفته اینو بدونه به خودش خانوادهش حتی به کلیسای مسیح هم آسیب میزنه به هر چقدر سمت خدمتیش بالاتر باشه آسیبش بیشتر خواهد بود من اگر شفا نگرفته باشم حتما مواردی در من هست باید شفا بگیرم ولی باید دربارش من نیست تلاش کنم نمیتونم بگم این عیب دارم یا این عیب بسازم اگر شفا بگیرم میتونم محبتی خوبی رو داشته باشم در مسیر رحمت و راستی و عدالت بریم با هم آخرین آیرم لطفا بشنویم ممنون میشم نامه کلوسیان سه یک ای زنان شوهران خود را اطاعت نمایید چنان که در باز وفاداری. هر کجا شما اطاعت دیدید اطاعت یعنی وفاداری عزیزان خدا ما را آزاد آفریده آمین اگر ما آزاد آفریده شدیم رأی انتخاب داریم پس اطاعت معنی نداره خدا ارتش نیافریده دیسپلین داشته باشه نه این عشقه. ولی میخواد ما اینو درکش کنیم پس اطاعت نیست عزیزان اینجا وفاداریه بله ای شوهران زوجه های خود را محبت نمایید بله. و با ایشان تلخی مکنید ای فرزندان والدین یعنی به خود هیچ وجه را... نباید همسر تو اذیت کنید خیلی باید مواظب باشم که خود به خودم میگم چه اینجا میخوام برم بیرون مرده با من کار دارن خیلی باید من مواظب باشم همسرم رو اذیت نکنم به طور خاص توی خانواده که دختر اصلا خانواده خود من که من دو تا دختر دارم جنس لطیف دارم خیلی بیشتر باید مواظب باشم پس خیلی باید رعایت کنیم بله ای فرزندان والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید زیرا که این پسندیده است در خداوند ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید مبادا شکست دل شوند پس ببینید نصیحت همگانی است برای این کلام دست بزنیم. نصیحت همگانی است امروز یه شعر زیبایی رو روی فیسبوک دیدم فکر میکنم خوبه که اینم بخونیم بی نیست میگه دل این زندگی جز یک سفر نیست گذرگاهی است و راهش بی خطر نیست چو خواهی با صفا باشی و صادق به جز راه خدا راهی دیگر نیست که با عشق و محبت میتونه ما رو کامل کنه چه مدت زندگی کردن مهم نیست چگونه زندگی کردن مهم است به مردم عشق ورزیدن مهم است که ما این رو میتونیم در حضور خداوندمون عیسی مسیح داشته باشیم